شده. حالا همین اسلامی شدن دانشگاه ها که من ای کاش آقای دکتر معین می بود که من این حرف رو میخوام بزنم. در باب اسلامی شدن دانشگاه همچی که به من گزارش رسیده گفتم، به نظرم 72 تا جلسه تشکیل شد، اون شورای مربوط به اسلامی شدن دانشگاه. از آقای دکتر معین باید سوال کنیم که این مصوبات چند تاش و چگونه در دانشگاه اجرا شد. من به ایشون گفتم من اعتراض دارم، یه چیزاییش عکس شده، یعنی الان در دانشگاه کشور ترویج موسیقی میشه، نباید بشه ترویج موسیقی میشه. ترویج موسیقی یک کاریست برخلاف مذاق اسلام. درسته که هر نوع موسیقی حرام نیست، اما ترویج موسیقی معناش این نیست که یک موسیقی را که حرام نیست میگردن با دقت پیدا میکنن او رو تعلیم میدن و ترویج میکنن. این نیست، نه خیر، درست عکس اینه، در موارد بسیاری عکس اینه. مثلا این خب در دانشگاه ها این جهت نه اسلامی شده. یا مثلا فرض کنید که بعض از رفتارها، بعض از سفرهای خارجی که دانشجو ها میکنه، من پیغام دادم به آقای دکتر معین برای دانشجو سفر تفریحی رو دارم علمی فلان گذاشتن، به کجا؟ به خارج از کشور. خارج از کشور چه مون دوست دانشجو بره خارج از کشور که چه بکنه؟ برای چه سفری؟ دانشجو کیش، خب به جای کیش بگذارید اصفهان، بذارید مشهد، بذارید یه جایی که توش دستاورد معنوی داشته باشه. جوون هر جا بره اون چیف حلال را میکنه، اون چیزی که برای جوون مجاز است و حلال است و اون خوشی های جوانی که از چیزی که در سنین ما از اون غذایی که ما خیلی لذت نمیبریم جوان میخوره لذت میبره، از اون منظره‌ای که ما هیچ برامون همچین جاذبه‌ای نداره جوون نگاه میکنه کیف میکنه. خاصیت جوانی است این دوره، چون پیرمردان گذروندن. آخر این دوستانی که اطلاع ندارن بدونن، میدونن که چه خبره اونجا، جوان کیف خودشو میکنه. میخواید ببرید سفر، ببرید یه سفر عرض کنم که روستایی هم که جوونه ببرید، برایش تنوع، برایش شادیه. حالا باید حتما ببرن کیش، چون در اونجا بعضی از ضوابط سست هست، برخلاف حق البته سست بعضی از ضوابط، اونجا ببرن که این جوون بتونه برخلاف ضوابط عمل کنه، ضابط شکنی کنه. چرا؟ این اسلامی شدن دانشگاهی اینه. یا اردوی مختلط، من خیلی تعجب کردم، اردوی مختلط دانشجویی، دختر و پسر اردوی مختلط. خب نفس اردوی مختلط بده، آقایون همون کسایی هستن، این آقایونی که حالا اصلا در کار اردوی مختلطن همون کسایی هستن که سال 63-64 توی کلاس‌ها دیوار کشیدن، بنده به دستور امام رفتم تو نماز جمعه گفتم این کار بده. من نمی‌فهمم چطور اینا اینجور عوض میشن، 180 درجه راهشون رو عوض میکنن. بنده امام به من گفتن که این چه کاریه، ما رفتیم تو نماز جمعه تهران گفتیم که این کار مناسبی نیست، خود دانشجو هر چیزی که میخوان چه کنن، دیوار کشیدن، خلاصه حرف ما نیست، حرف انقلاب و حرف ما نیست. حالا همون آقایون نه توی کلاس، توی اردوی شبان روزی چند روزی دختر و پسر رو همراه میکنن، یعنی چه؟ بسیار کار بیقاعده، غلط. این که میگم فرهنگ، بالاخره در یک گوشه های از دنیا، در یک مناطقی از دنیا معاشرت دختر و پسر و زن و مرد با یک دیگر یه امریش کاملا عادی، هیچ گونه حساسیتی وجود نداره. یعنی زن و مرد همونطور که مرد با هم، دوتا مرد دوتا زن با هم تماس دارن، دوتا زن و مرد با هم تماس دارن. اما در کشور ما و در محیط اسلامی مطلقا اینجوری نیست. هر مقداری هم تو کشور اسلامی به این جهت نزدیک شدیم، به خاطر رنگ پذیری از اون فرهنگ بیگانه است، چون اونا از لحاظ تکنولوژی قوی تر از ما بودن، اینو به ما دادن. والا اگر ما از لحاظ علم و تکنولوژی از اروپا قوی تر بودیم، همین اختلاط اونا رو مسخره میکردیم، مچل میکردیم، وحشیگری میخوندیم، اینجوری بود. به برکت علم و تکنولوژی این فرهنگ رو کردن فرهنگ ساعد و رائج، و که باید حتما این باشه. ما توی دانشگاه همون اینو ترویج کنیم.